درود آرمین جان، در مورد انتقاداتی که نسبت به حرفهای امیدانه داشتی تقریبا به همه نظرات موافقم، فقط به جز اون قسمت که گفتی کردها میتونن به زبان کردی مثلا ریاضی و شیمی و فیزیک بیاد. خب دلیل خواستی، دلیلم اینه که حالا تصور کنم که این اتفاق بیفته. خب حالا این نوجوانا بچه های کرد که بخوان فرزن برای دانشگاه برن مثلا رشته مهندسی یا رشته پزشکی تو دانشگاه تهران یا دانشگاه شیراز یا دانشگاه هر دانشگاه حالا خوبی که خودشون دوست دارن اونجا تحصیل کنن، خب حالا تکلیف اون زبون که برای تو دانشگاه استفاده کنن چی میشه؟ چون اگه بخوایم اینو تصور کنیم که اون که بلوچه به زبون خودش، اون که عرب خوزستان به زبون خودش، اون که حالا گیلک به زبون خودش تحصیل کنه، زمانی که اینا دور هم یه جا جمع میشن اون بچه مشترکشون چی میشه؟ نظر من این که تنها چیزی که میشه اینا رو کنار هم نگه داشت به عنوان یک ایرانی، حالا فارغ از هر قوم و نژادی که هستن، اون زبون فارسیه که بتونن خوب بلد باشن. معمولا به این صورتی که حالا اون بچه‌هایی که توی تبریز اگه دارن تو مدرسه فارسی درس میخونن، اینا توی خونهشون مسلما ترکی صحبت میکنن، پدر مادرشون بهشون ترکی یاد میدن، تو کوچه خیابون با دوستاشون، حتی تو همون دانشگاه همدیگه رو که میبینن به زبان خودشون با هم صحبت میکنن. اما وقتی که همین بچه ها زبان فارسی رو بخوان کنار بذارن، بنابراین اون بچه اشتراک بین ایرانی ها تقریبا میشه گفت که اینجا از بین میره. دلیلم اینه. حالا نمیدونم نظر شما اینه که اگه بخوان زبان فارسی رو در کنار مثلا ترکی یاد بگیرن چقدر میتونن توش پیشرفت کنن، چقدر حالا میان اصلا بهش ارزش قائل میشن براش که بخوان کلن به عنوان یک زبان رسمی، به عنوان زبان اولشون یا زبان دومشون بخوان اونو یاد بگیرن. حالا بازم نظرم دیگه قربونت. سلام آرمین جان، چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی. من خودم یکی از کسایی هستم که به شدت با 95% حرفات موافقم، ولی یه 5%ی هست که همیشه خب بالاخره اختلاف نظر داریم. خواستم بهت بگم که توی کردستان و هر شهر دیگه که الان دم از تجزیه طلبی میزنن، مثل چه میدونم سیستان بلوچستان که میگه میخوایم با پاکستان باشیم، نمیدونم تبریز اینو که میگن میخوام با ترکیه باشیم، تمام اینا ببین اینجوری بهت بگم، کردستان عرضم به حضورت که مثلا توی تبریز به اندازه جمعیت تمام تبریز که میگم ما ترکیم، استخون لور و کرد و تهرانی و شیرازی و اصفهانی و شمالی توی زیر اون خاک هستش، یعنی همه دفاع کردن، اون خاک مونده، یک تمامیت ارضی به دست اومده. بعد و حالا اینجوری نیستش که خب حالا اومدیم بدیم به کردها، مثلا اینجا رو بدیم به کردها بگیم مال شما، نه. حالا اصلا تو فکر کن که توی اون وسط، توی اون شهر کرد، مثلا حتی اگر یک نفرم باشه که بخواد مثلا یه خانواده یه چه میدونم مثلا چه رشدی باشه توی اونجا که مثلا بخواد نخواد این اتفاق بیفته و بخواد جزء ایران باشه، تکلیف اونا چیه؟ یعنی منظورم اینه که میدونی میخوام چی بهت بگم. امید دانه که کلا چرت و پرت میگه، بحث الانش نیستش، این داره با فوش و دریوری و فصاحت و مقالطات مصادره به نامطلوب، فکر میکنم نمیدونم آدرس اگه گفته باشم، مقالطه مصادره به نامطلوب داره چیز میکنه، موضوع بحثو داره پرت میکنه. اما بحث به دموکراسی، فقط تنها حرفی که زد این که تمام ایران باید راجع به یه شهر نظر بدن و دموکراسی انجام بشه. بعد میگم به خاطر اینه که ارضیت، تمامیت ارضی این کشور فقط مثلا کردستان و کردها درست نکردن، نگرفتن، دفاع نکردن. شما فکرشو بکن، ما بیا توی تهران ببین، برای اینکه مثلا عراق حمله کرده بود به چه میدونم خوزستان و اهواز، ما چقدر مثلا ما شهید داریم، هر کوچه میری یه دونش. حالا فکر کن مثلا اهوازی بیان بگن که خب دیگه حالا دفاع کردین تموم شده، حالا ما میخوایم بریم قاطی عراق بشیم. این اصلا امکان پذیر نیست. امیدوارم منظورم رو درک بکنی که اینکه
تمامیت ارضی یک کشور دقیقا حرف سینا میگم امید اینجا درسته، موشاه اون مملکت موشاه مال حماس فقط و فقط مال کردها، مثلا اینجا چون اسمش کردستانه و چون ما 98% توش داریم کرد زندگی میکنیم اینجا مثلا مال کرده شد و میتونیم همچین کاری بکنیم نیستش. آره مثلا میتونم بیان مشکل تو میگی مشکل دارن اینا دارن این کارا رو میکنن، اوکی باشه بیان مشکلشونو، اگر تو هم داری توی مدینه فاضله ای داری حرف میزنی دیگه، که اینکه بیاد یه کشور تمام مثلا همه مشکلات حل کنه که کسی نره طرف تجزیه طلبی داد. این توی مدینه فاضل هست، یعنی فکر میکنم توی آمریکا هم همچین چیزی باشه که مثلا یه ایالت همه چیزش اوکی باشه. اگر داریم توی مدینه فاضله داریم این بحث رو داریم انجام میدیم، منم دارم اینو بهت میگم که خب اگرم تو مدینه فاضله یه جایی اتفاقی افتاد، امیدوارم مدینه فاضله من یعنی که مملکت همه چیزش درست باشه، اونا نباید زرت بگن تجزیه طلبی، اونا باید بیان مشکلاتشون رو بگن از طریق نماینده مجلسشون شکایتاشون رو انجام بدن و و و هزار تا رویه قانونی دیگه داره و اصلا گزینه آخر گزینه تجزیه طلبیه و به نظرم این بودش. حالا تو یه خورده به نظر من که میتونه اشتباه هم باشه، خیلی آتش مبارزه با جمهوری اسلامی رو داری و فکر می‌کنی هر کی که هر جوری که یعنی مثلا الان تجزیه طلبی چون جمهوری برخلاف جمهوری اسلامی مثلا به نظرت خوب میاد، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیستش اگر اینطوری باشه دقیقاً. بعد من نمیدونم اصلا واقعا این خیلی چیز غیر منطقیه، مثلا فکر کن الان نفت خوزستان بخواد یک خوزستانی بگن ما دیگه نمیخوایم جدا بشیم، حالا نفتش هم مال ما، هر کی یه تیکه داره، خب اون وسط مثلا یک شهری مثل یزد بعد درآمدش از کجا داشته باشه؟ یا اصلا میدونی منظورم چیه؟ توی اوورویو کلی به این قضیه نگاه کن، اصلا جزئی کردستان رو ولش کن، هر کی بیاد یه تیکش رو جدا بکنه که منابع اون کشور تو اون شهره، بعد عرضم حضورت کارهای سیاسی اون چیز توی اون شهره، من وقتم داره تمام میشه پنده. سلام آرمین جان، حتما صدای منو پخش کن. من خیلی خوشحالم که هنوز کسانی هستن که مثل شما که خیلی عاقلانه فکر میکنن و در فکر انسان ها هستن و ناراحتم از دست این دولت های اروپایی که کسانی مثل امثال مثل امید دانا عوامل جمهوری اسلامی و داعش مسلک ها رو در خودشون جا میدن. و در آخر اگه قرار باشه روزی ناموس امید دانا رو به رأی بذارن، اون به علاوه که من خواهم بود. سلام آمید جان، خسته نباشی در مورد برنامه آخری با امید دانا که در مورد رفراندوم برای در واقع آزادی که نببخشید جدایی یک منطقه از کشور مونال کردستان بود، برموزش رو گفتش دلیل منطقی وجود نداره براش و ما باید در واقع رفراندوم بذاریم و گفتی که چرا مخالفای این قضیه هیچ دلیل منطقی نمیدن. یک دلیل منطقی وجود داره و اون دلیل اینه که در بعضی از موارد شخص بندان با رفراندوم و دموکراسی مخالفم، در بعضی از موارد مخصوصا در موارد مثل این قضیه ارضی یا مرزی. به چه دلیل؟ به خاطر این رفراندوم میتونه اینطور باشه که هر چند سال به چند سال نظر اون منطقه مردم راهیت عوض شاید یا مسخره باشه واژه ناموس، ولی این برای حالتی که تو بتونی با یک مقوله‌ای بتونی یک برخورد عینی داشته باشی، ولی یه دی بفهمونی که چرا گفته میشه ناموس، در صورتی که نه، ولی بس ناموس نیست، سرزمین نمیتونه ناموس باشه، سرزمین 100% پرستیدنی نیست و قابل پرستش نیست، به قول تو قرار نیست یک دین جدید ایجاد بشه در مورد سرزمین یا ملیت یا قومیت و این داستان. در واقع بحث این که دموکراسی هم خیلی سوراخ داره، یعنی خیلی نمیشه روی دموکراسی مانور داد و بگی که یعنی حالا شخصا من نظرم اینه که دموکراسی سوراخ زیادی داره، این یکی از سوراخاشه که تو خیلی نمیتونی روی این قضیه مانور بدی. با تشکر ازت، با اینکه خب در خیلی از موارد باید اختلاف دارم، ولی
اکثر برنامه‌ها رو سعی می‌کنم نگاه کنم، موفق بشید.